بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، خیلی خوش آمدین به برنامه بعد از خبر. برای شما عزت و صحت و سلامت آرزو می کنم. هفته گذشته هیئتی از حکومت به قطر رفت تا در دوحه پایتخت قطر با نمایندگان امریکا و اتحادیه اروپا مذاکرات و گفتگوهای تازه ای را آغاز بکنند. دور جدید مذاکرات حکومت با امریکا در شرایط صورت گرفت که طالبان به قدرت رسیدن، اما در بیش از 100 روز از حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان هیچ کدام از کشورهای منطقه، همسایه و جهان، حتی کشورهایی که روابط و مناسبات بسیار نزدیک با طالبان دارند، حکومت این گروه بر افغانستان را به رسمیت نشناختند و این یکی از موانع جدی و یکی از چالش‌های بسیار مهم بر سر راه طالبان در جهت برقراری روابط دیپلماتیک با دنیای بیرون است. افزون بر این، مشکل دیگری که حکومت با آن مواجه است بلوکه شدن یا منجمد شدن بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان توسط امریکا پس از فروپاشی جمهوریت اشرف غنی فراری و استقرار حکومت طالبان در افغانستان است. آن هم در شرایطی که افغانستان به لحاظ اقتصادی در بدترین و شکننده ترین شرایط خود به سر می‌برد و بسیاری از نهادهای مهم و معتبر بین المللی با توجه به داده‌های میدانی و عینیت جاری در متن و بطن جامعه ما نسبت به وقوع فاجعه عظیم و گسترده انسانی هشدار می‌دهند. طالبان یا به تعبیر درست‌تر حکومت در پی آن بود و همچنان هست که از دور تازه مذاکرات با غرب، امریکا و اتحادیه اروپا به نتایج ملموسی در هر دو موردی که ذکر کردم دست پیدا بکنند، هم زمینه و مقدمات مشروعیت یابی یا شناسایی رسمی حکومت توسط قدرت‌های خارجی دست پیدا بکنند و هم قدرت‌های برتر جهان و مخصوصاً امریکا را متقاعد بسازند با آزادسازی پول‌های بلوکه شده افغانستان. اما به نظر می‌رسد که هیچ کدام از این دو انتظار از سوی قدرت‌های شرکت کننده در این دور از مذاکرات دوحه قطر برآورده نشد و از این جهت گروه طالبان و نمایندگان حکومت در دوحه با دست خالی به کابل برگشتند. این موضوع را با حضور آقای قربان علی سفری، استاد دانشگاه، و آقای جنرال محمد صادق شینواری، آگاه امور سیاسی، مورد واکاوی و تحلیل قرار می دهیم، با تأکید بر این که آقای شینواری از طریق خط تلفن به برنامه ما وصل خواهند شد. سلام با شما و خیلی خوش آمدید. سلام بر شما، خیلی ممنون. دیگه من خیلی باز نمی کنم، در واقع آنچه که باید می گفتم در مقدمه بیان شد. از اینجا شروع می کنیم که چرا این دو انتظار، یعنی شناسایی رسمی حکومت و آزادی پولهای بلوکه شده، برآورده نشد در این دور از مذاکرات؟ به نام خداوند بزرگ، سلام بر شما و بینندگان عزیز. عدم تحقق انتظارات حکومت افغانستان هم میتونه شامل وضعیت سیاسی افغانستان و نقش طالبان در حکومت داری بوده باشد و هم میتونه در واقع در برگیرنده فهم و درک جامعه جهانی از وضعیت سیاسی افغانستان، دو تا عامل در داخل افغانستان سبب شده که این انتظارات برآورده نشود. عامل اول در واقع عدم پایبندی امارت اسلامی و طالبان به تعهداتی هست که قبلا با آمریکا تعهد کرده بود، مثلا تشکیل حکومت همشمول، رعایت حقوق اساسی شهروندان به خصوص زنان. اینها از جمله تعهداتی بودند که طالبان باید
این تعهدات را در واقع در نظر می گرفتند. عامل دوم در واقع برمیگردد به عدم در واقع معیارهای جهانی حکومتداری در حکومت فعلی افغانستان. اساسی ترین معیار در مسئله حکومتداری قانونمند بودن حکومت هست. حکومت بر مبنای قانون باید شکل بگیرد و اساساً مشارکت سیاسی و مشروعیت سیاسی نیز با توجه به مسئله قانون در بحث حکومتداری در نظر گرفته شود که این دو مسئله تا کنون در حکومت افغانستان مورد توجه قرار نگرفته است. بحثی که برمیگردد به درک و فهم جامعه جهانی و به خصوص آمریکا در این خصوص، در واقع مسئله این هست که آمریکا و جامعه جهانی نسبت به آینده سیاسی امارت اسلامی افغانستان باورمند نیست. خب غرب به لحاظ جامعه شناسی سیاسی وضعیت افغانستان را درک کرده است و باورمند به توزیع عادلانه قدرت میان همه نیروهای اجتماعی و همه محرک‌های اجتماعی هست که در تحولات افغانستان در طول تاریخ نقش داشتند و در واقع تحولات افغانستان را جهت دادن و رقم زدند. با توجه به این دلایل هست که اساساً حکومت تا هنوز نتونسته به انتظارات اساسی و خواسته های اساسی خودش در مذاکرات دست بیابه. وقتی می‌فرمایید یکی از دلایل برآورده نشدن انتظارات طالبان از مذاکرات جدید دوحه بی‌باوری آمریکا به آینده سیاسی افغانستان هست، آیا منظورتان این است که سناریوی دیگری در راه است و ما همچنان شاهد تغییر پرچم‌ها و شعارها و نظام‌ها و حکومت‌ها هستیم؟ غرب و آمریکا نظاره‌گر میدان سیاست و نظاره‌گر تحولات سیاسی در افغانستان هست. به نظر می‌رسد با توجه به جو سیاسی و در واقع شواهد و درک و عقلانیت سیاسی که وجود دارد، ایالات متحده آمریکا و غرب نسبت به آینده سیاسی افغانستان در واقع استراتژی ها و مکانیزم های خاص حکومتداری رو پیش خودشان ترسیم کردن و در نظر گرفتن. منتها منتظر این هستند که امارات اسلامی افغانستان و طالبان در مسئله حکومتداری آیا با توجه به تعهداتی که قبلا پذیرفته است باورمند خواهد بود یا نه. هر زمان در واقع به این باور برسند که امارات اسلامی نسبت به الزامات بین المللی و مقتضیات جهان بی‌باور هست، مسلماً غرب و آمریکا در مورد افغانستان تصمیم مجدد خواهند گرفت. احتمالاً تصمیم مجدد در صورت عدم پایبندی حکومت و تعهداتی که با غرب و مخصوصاً با آمریکا داشته، فکر میکنین اقداماتی که از طرف آمریکا در خصوص نوع نظام سیاسی افغانستان یا کلیت آینده سیاسی افغانستان روی دست قرار خواهد گرفت چه چیزهایی خواهد؟ این اقدامات بیشتر روی کرده در واقع نرم و در واقع مبتنی بر نوع مذاکرات جدید خواهد بود. آنچه به نظر برسه همین مسئله تا حدود میتونه قابل بحث باشه و ملموس هم هست. این آمریکا دیگر نمیخواهد از طریق ابزارهای نظامی یا قدرت سخت افزاری وضعیت افغانستان رو نگاه بکنه. با توجه به پادرمیانی که برخی از کشورهای منطقه در مسئله افغانستان و آمریکا دارن و برخی از کشورهای منطقه تا حدود سیاست‌های خاص آمریکا رو در افغانستان در واقع اعمال میکنن، میتوان گمان کرد که آمریکا با پادرمیانی کشورها نسبت به تحولات افغانستان نقش بازی خواهد کرد. بله. پرسش دیگری که میخوام مطرح بکنم این است که ما در واقع با انتظارات متقابل حکومت افغانستان از جامعه جهانی و در رأس آمریکا و از آن طرف انتظارات آمریکا و غرب و جامعه جهانی در مجموع از حکومت افغانستان مواجه هستیم. آنچه که مربوط به حکومت افغانستان میشه از انتظارات که از غرب دارن به لحاظ حقوقی چقدر موجه و قابل قبول هست؟ ببینید یک دولت
چنانچه قبلا هم گفته شده به نظر من یک دولت زمان میتونه به عنوان یک نهاد حقوقی در عرصه بین الملل به رسمیت شناخته شود که 4 اصل اساسی را داشته باشه: حکومت، حاکمیت و قبل از این مسئله سرزمین و جمعیت هست. امارات اسلامی افغانستان هم اکنون در بحث حکومت داری و حاکمیت قانون با مشکل بسیار جدی مواجه است و غرب با توجه به مسئله حاکمیت و نداشتن یک مرجع تصمیم گیری واحد و در واقع درست در افغانستان، حکومت فعلی افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی یا یک شخصیت حقوقی تاکنون به رسمیت نشناخته است. اگر اقدامات هم صورت میگیرد یا در واقع مجرای حقوقی هم در داخل افغانستان تلاش می شود که برایش پیدا شود، بیشتر می توان گزاره های اخلاقی و بحث عرف بین المللی را برجسته کرد و مداخلات هم که صورت میگیرد یا کمک های هم که می شود بیشتر روی کرده حقوق بشری و نگرش بشر دوستانه دارد تا اینکه بحث حکومتداری و رسمیات در این جریان ها برجسته باشد. بله، خب از آن طرف ما شاهد نشان دادن یک سری چراغ سبزهایی از طرف کشورهای غربی و مخصوصا و مشخصا اتحادیه اروپا هستیم. اتحادیه اروپا بنا دارد که نمایندگی سیاسی خودش رو در کابل فعال بکنه. آیا این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت افغانستان است یا نه مقدمه است برای شناسایی رسمیت؟ رئیس جمهور فرانسه به صراحت گفت که این اقدامات به معنای به رسمیت شناختن نیست، بلکه در واقع یک سری فعالیت هایی که اتحادیه اروپا قرار در افغانستان و منطقه داشته باشد در واقع میتونه با راه اندازی مجدد فعالیت های دیپلماتیک خود به این اقدامات در واقع دست بزنه و جریان پیدا بکنه این فعالیت ها و اقدامات. به نظر میرسد آینده سیاسی افغانستان با توجه به همین مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک هست که رقم میخوره و این اقدامات و این مذاکرات میتونه در حد خودش تاثیرگذار باشه، اما نمیتوان امید اساسی یا اساساً باور اصلی را نسبت به این اقدامات متمرکز ساخت، بلکه باید در داخل افغانستان تلاش صورت بگیرد که یک نظام در واقع ملی و مردمی تأسیس شود و این اقدامات در این فرایند بتونه که تاثیرگذار باشه. بله، ارتباط تلفنی من با جناب جنرال محمد صادق شینواری برقرار هست. با شما سلام عرض میکنم جناب جنرال و تشکر از حضورتان در برنامه. جناب آقای شینواری، بله، سلام به شما. سلام. و خیلی سپاسگزار هستم از اینکه فرصتتان را در اختیار بعد از خبر قرار دادین. تشکر. سلام هم تقدیم میکنم به شما و به نگان تلویزیون شما و همکاران تکنیکی شما. سپاسگزار هستم. میدانیم که حکومت از شرکت در مذاکرات تازه با غرب، امریکا و اتحادیه اروپا در دوحه قطر عمدتاً با دنبال برآوردن دو انتظار اساسی بود: یکی شناسایی رسمی حکومت افغانستان و دیگری آزادی پولهای بلوکه شده. این دو انتظار برآورده نشد، چرا؟ و با توجه به این دو مورد نتیجه‌ای که از این دور از مذاکرات حکومت با امریکا و اتحادیه اروپا میتونیم بگیریم چه چیزهایی است؟ نشستی که هفته قبل در قطر با نماینده‌های اتحادیه اروپا و خصوصا نماینده‌های امریکا و سران طالبان صورت گرفت، این دو بوده میتونیم که ما یعنی مد نظر بگیریم. یکی که خواستای سران طالبان در مورد مسدود شدن و راکت ماندن همه پولایی که هستن، این را میخواستن که این را مطرح کنن و این که به رسمیت شناختن حکومت طالبان بوده. این دو موضوع بوده که بالاخره یا به نتیجه ایتور یک نتیجه که او یک نتیجه مثبت داشته باشه یا نرسید، ولی نشستی که صورت گرفته این نشستا
آیسای سعی در را باز میکنه به نشستهای بعدی که او نتایج مثبت داشته باشه. به خاطر از اینکه دو روز قبل شما شاید از این هستین که اتحادیه اروپا میخواین که در افغانستان یک نمایندگی را باز بکنه، یعنی از کشورهای اروپایی نمایندگی بکنن، که خود نشاندنده از این است که این وضعیت سیاسی حکومت طالبا و نشست‌ها به طرف مثبت روان است، نه به طرف منفی. یعنی شناختن حکومت طالبا را نه یا تایید کردن و نه هم رد کردن، و ای که پولایی که منجمد هستند و ای را گفتن که چون حکومت طالبا ای برسته شناخته نشده و ای پولا ما به دست ای طور یک گروه ما ای را نمیتیم و ای پولا را ما نمیگذاریم که ای پول به دست از یا بسته. خب طور معلوم میشه که نتایج من بعد نشست هایی که در پیشوی خواهد بودن ای دو پیام دیگر داشتن، یکی که یک کنفرانس اسلامی در پاکستان ما گفتم شکی هم آغا شوا و یا هم یک نشست صورت بگیره، و دومی که اتحادیه اروپا یک پیام مثبت دادن که ما میخواهیم که نمایندگی اتحادیه اروپا را در افغانستان ما باز بکنیم و مسائل را که میتونه کشورهای اروپایی از طریق امی اتحاده با حکومت طالبا پیش برن. دقیقا میخوام ایره خدمت شما مطرح کنم که برگزاری کنفرانس اسلامی در پاکستان و افتتاح نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل چقدر میتونه کمک بکنه به شناسایی رسمی حکومت طالبان و همینطور آزادی پولهای بلوکه شده افغانستان توسط امریکا؟ کاملا دقیق. این نشستی که در کنفرانس اسلامی پاکستان دایر میشن با ای از طرف کشورهای اسلامی و خود اتحادیه اروپا بیره پذیرفتن که ما میخوایم که در افغانستان یک نمایندگی را باز بکنیم که نمایندگی از تمام کشورهای اروپایی بکنن. اینی می یک پیام مثبت است. ما میریم به طرف مثبت میریم، یعنی حکومت طالبا آهسته آهسته، یعنی هم شرایطی که قبلا در قطر با نمایندهای طالبان و نمایندهای امریکا منعقد شده و یا توافق کردن، آهسته آهسته میرن به طرف ازی. مثلا آهسته آهسته بعض موضوعاتی که او نرمهای بین المللی است که ایره تاثیرا گفته میشه که ایره حکومت طالبا ایره نقض کردن، ایره عملی نکردن. خب فکر میکنم که طالبا هم در این مورد ریزنی داشته باشه و بالای ازی فکر بکنن و آیسته آیسته نرمهایی که بین المللی که تاثیرن ای تطبیق نشده یا عملی نشده، ممکن طالبا هم از خود یک انعطاف پذیری نشان بدن و هم طور معلوم میشه وضعیت وخیم اقتصادی که در افغانستان پیش آمده میتونه که نمی اتحادیه اروپا به جمع امریکا هم ممکن انعطاف پذیری را به خاطر احترام به بشر و کمک به حقوق بشر افغانستان ایره ممکن انعطاف پذیری بکنه. خیلی سپاسگزار هستیم از شما جناب آقای جنرال محمد صادق شینواری، بخیر و سلامت باشید. تشکر از شما. بحثمان را با حضور جناب آقای قربان علی سفری استاد دانشگاه ادامه میتیم. صحبت از انعطاف پذیری متقابل امریکا و طالبان شد در صحبت‌های آقای شینواری. این فشارهایی که وارد میشه بر حکومت افغانستان تحت عناوین مختلف از جمله تحریم اقتصادی و همینطور به رسمیت نشناختنش، چقدر میتونه موجب انعطاف پذیری بیشتر حکومت شوه؟ از اون طرف هم با توجه به این که افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی بزرگ و گسترده قرار داره،
کشورهای اروپایی به خاطر مسائل حقوق بشری چقدر نسبت به وضعیت افغانستان انعطاف نشان خواهند داد و کمک خواهند کرد به حکومت برای عبور از بحران یا فاجعه انسانی پیش رو؟ ببینین، وضعیت پیش آمده برای جهان و به خصوص برای اتحادیه اروپا و آمریکا مهم است و اساسی، و اساساً در صدد هستند که بحران کنونی افغانستان را با توجه به نگرش خاصی که نسبت به مسائل حقوق بشری دارند مدیریت بکنند. منتها این مدیریت در واقع رویکرد نرم و رویکرد انسان دوستانه دارد، نه اینکه اساساً به معنای تعامل با طالبان و امارت اسلامی بوده باشد. در داخل افغانستان انتظار می رود امارت اسلامی افغانستان با توجه به جو سیاسی و عقلانیت سیاسی که از وضعیت افغانستان در واقع وجود دارد، انعطاف پذیری نشان بده در مواضع سیاسی خودش، تا اینکه اساساً ما شاهد این مسئله باشیم که کشورهای بیرونی و به خصوص اتحادیه اروپا و جهان نسبت به مسائل افغانستان اقدامات سازنده و کمک‌های بشردوستانه خود را در واقع داشته باشند. آقای شینواری همچنین اشاره کردن به برگزاری نشست کشورهای اسلامی در پاکستان در مورد افغانستان که فکر میکنم دو هفته دیگر برگزار میشه. با توجه به نشست‌های مشابهی که پیش از این و با همین موضوع در واقع در کشورهای دیگر برگزار شده و نتیجه ملموسی برای افغانستان نداشته، چقدر میتونیم انتظار داشته باشیم که نشست اسلام آباد مؤثر واقع شود؟ یکی و دیگه این موضوع چقدر مرتبط است با نشست دوحه یا مذاکرات تازه طالبان یا حکومت با آمریکا، و از اون طرف هم چقدر میتونه کمک بکنه بر رفع چالش هایی که بر سر راه حکومت وجود داره؟ دو سه تا سوال همزمان جمعه کرد. ببینید، میشود این گونه تر را بحث را طرح کرد. تمامی نشست هایی که در قطر، در اسلام آباد و در استانبول و در جاهای دیگر صورت گرفته و قرار است صورت بگیره، تحت یک گفتمان واحد سیاسی میچرخه که این گفتمان واحد سیاسی را غرب با توجه به مسائل منطقه و افغانستان نظارت میکنه و در نهایت کنترل این گفتمان سیاسی یا این وضعیت در دست غرب هست. کشورهای منطقه ای و میزبان هایی که به نحو نمایندگان امارت اسلامی را دعوت میکنند به منظور ادامه گفتگوها، صرفا در حد کارگزار یا فراهم کننده زمینه های توافقات بعدی میشه نقش اینها را در نظر گرفت. تا زمانی که اساسا در داخل افغانستان تلاش صورت نگیرد به منظور تأسیس یک نظامی که آن نظام بر اساس نیازمندی های شهروندان افغانستان و مقتضیات ملی افغانستان نبوده باشد، به نظر میرسد چنین گفتگوهایی تا زمانی که غرب به صورت جدی در مورد افغانستان تصمیم گیری نداشته باشد، نمی شود انتظار داشت که این نشست ها بتونه منجر به مدیریت بحران بشری در افغانستان شود. بله. موضوع دیگری که فکر می کنم خیلی نیاز به تأمل داره این است که حکومت به طور تلویحی تهدید کرده که خودداری قدرت های جهانی از شناسایی رسمی آن میتونه پیامدهای امنیتی سنگینی برای صلح و امنیت بین المللی داشته باشه. آیا دیپلماسی حکومت با دنیا مبتنی بر زورگویی و توسل به اهرم‌های فشار غیر دیپلماتیک است؟ به جای استفاده از دیپلماسی زور، به نظر میرسد دیپلماسی خواهش و تضرع را اگر ما در نظر بگیریم، شاید مبتنی بر واقعیت‌های موجود سیاسی افغانستان باشد. وقتی که ما در واقع خواهش میکنیم پول‌های مسدود شده افغانستان باید باز شود، وقتی که ما خواهش میکنیم افغانستان به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در نظام بین‌الملل به رسمیت شناخته شود، این یعنی دیپلماسی تضرع، نه دیپلماسی زور یا اساسا دیپلماسی که بر اساس قدرت نظامی ما بخواهیم دیگران را تهدید بکنیم. دیپلماسی نظامی یا دیپلماسی زور در واقع برازنده کشورهایی هست که به لحاظ قدرت ملی و توان نظامی در حد در سطح بین الملل در حد قابل توجه باشند، که در ادبیات رابطه بین الملل او قدرت ها را به نام قدرت های هژمون تلقی میکنند. افغانستان
همکنون با توجه به اعلام‌هایی که صورت گرفته ما میتونیم یک تهدید باشیم برای نظم منطقه‌ای. درست هست تروریسم اساساً در منطقه شکل گرفته و فعالیت‌های گسترده داشته، اما به نظر می‌رسد حکومت فعلی افغانستان نباید با دیپلماسی زور که برخلاف خرد جمعی و عقلانیت سیاسی هست گفتمان دیپلماسی خودش به پیش بره. اساساً درک واقعیت‌های موجود سیاسی افغانستان و درک در واقع مسائل امنیتی منطقه‌ای میتونه خودش یا امارت اسلامی و حکومت آینده افغانستان را زمینه را برش فراهم بکنه که از این طریق ما بتونیم به عنوان یک واحد سیاسی و رسمی در عرصه بین‌الملل به رسمیت شناخته شویم. بله، در ظاهر بعد از پایان مذاکرات حکومت با نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در دوحه قطر، بیانیه‌ای یا اعلامیه‌ای یا مصوبه‌ای یا توافقنامه‌ای صادر نشد. اما برخی از آگاهان احتمال می‌دهند که ممکن است توافقاتی در پشت پرده صورت گرفته باشد، مثل دور نخست مذاکرات طالبان با آمریکا که توافقات پنهانی هم داشت و متضمن یک سری موافقت های پشت پرده بود. این احتمال چقدر میتونه مقرون به واقع باشه و در صورت واقعیت داشتنش شامل چه مواردی میتونه باشه؟ دست کم من فکر نمی کنم که توافقات صورت گرفته است. اگر توافقات هم صورت گرفته شاید در موافقت با طالبان و حکومت فعلی افغانستان نیست، چون اگر توافق صورت می گرفت و بر فایده امارت اسلامی افغانستان می بود قطعا توافقات بیرون داده می شد یا مواد توافق بیرون داده می شد. و اگر صورت گرفته بیشتر روی تشکیل یک نظام و چگونگی توزیع قدرت شاید در آینده افغانستان باشه که این خودش می تانه مورد بحث در سر میز مذاکره آمریکا و جهان و همینطور امارت اسلامی افغانستان باشه. بسیاری از کشورها و قدرت‌های جهانی تمایل دارند که با حکومت جدید افغانستان تعامل داشته باشند. اگر حاضر نمیشن این حکومت را به رسمیت بشناسند، از آن طرف هم حاضر نیستن که روابط خود را به صورت مطلق با حکومت جدید افغانستان قطع بکنند. این تعامل چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ به لحاظ حقوقی و بر اساس موازین و معیارهای دیپلماسی و از طرف دیگر چقدر میتونه کمک بکنه به تثبیت موقعیت ملی و بین المللی حکومت؟ ببینید، امارات اسلامی افغانستان با توجه به اون چیزی قبلا گفته شد باید تعهداتی که قبلا سپرده و الزاماتی که از سوی قدرت‌های بزرگ و جامعه جهانی وجود دارد را بپذیره. اگر چنانچه این پذیرش صورت نگیرد مسلماً دوره به رسمیت نشناختن امارت اسلامی در عرصه نظام بین‌الملل طولانی مدت خواهد شد. این میتونه شامل بحث حکومت فراگیر و بحث حقوق و امتیازات اساسی نیروهای اجتماعی بخصوص زنان در ساختارهای حکومت و تشکیلات حکومتی بوده باشد. اما مشکل اساسی این هست که امارت اسلامی به لحاظ فکری با توجه به سنت فکری و مبنای فکر سیاسی که دارد شاید حاضر به پذیرش برخی از الزامات و تعهدات نباشد، چون نوع تفکر سیاسی امارت اسلامی بیشتر در اسلام سیاسی سنتی نهفته است. اسلام سیاسی سنتی طبعا مسائل مثل آزادی، مثل برابری، مثل در نظر داشتن نقش زنان در جایگاه تصمیم گیری را نمیپذیره و از این طریق ما با یک بحران دیگر یا با یک مشکل دیگر روبرو میشیم که انتظار میرود امارات اسلامی در این خصوص به لحاظ فکری انعطاف پذیری نشان بده تا اینکه ما شاهد یک تحول منطقی و در واقع تحول نیک در آینده افغانستان باشیم. انشالله. خیلی سپاسگزار هستیم از حضور شما جناب آقای قربان علی سفری استاد دانشگاه و همینطور از جناب جنرال محمد صادق شینواری. از شما بینندگان عزیز هم به خاطر حضور همراهی همیشگیتان با برنامه بعد از خبر و سایر برنامه های تمدن
عمیقا و ویژه سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار.